مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که به زودی جنگی گسترده از طرف آمریکا و ترکیه علیه مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش شروع میشه. چاوشوغلو که در جریان یک سفر رسمی در مالزی صحبت میکرد خبر داد که به زودی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پایگاه انجلیک و سایر پایگاه‌های هوایی آمریکا نزدیک خاک سوریه میرسند. به گفته وزیر خارجه ترکیه این اقدام در چارچوب توافق آنکارا با واشنگتن صورت میگیرد. امروز روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا و رسانه‌های ترکیه گزارش‌های مبسوطی رو در مورد این توافق یعنی بین آنکارا و واشنگتن برای ایجاد یک منطقه آرام و پرواز ممنوع در داخل خاک سوریه منتشر کردند. صدای آمریکای فارسی نخستین رسانه‌ای بود که این خبر رو دو هفته پیش همزمان با آغاز عملیات هوایی ترکیه علیه مواضع داعش منتشر کرد. طبق این گزارش یعنی طبق توافقی که بین ترکیه و آمریکا صورت گرفته منطقه آرام در شمال حلب در عمق 80 تا 90 کیلومتری خاک سوریه از داخل خاک ترکیه برای مخالفان میانه رو ارتش آزاد و شورای ملی مخالفان سوریه ایجاد میشه. مناطق جرابلس، اعزاز و الباب در شمال سوریه رو شامل میشه. نیروهای میانه روی که توسط آمریکا آموزش دیدند وارد این منطقه میشن. هدف قطع ارتباط داعش با خاک ترکیه است. در این تطلوع ارتباط با یپگه یا نیروهای مدافع خلق کرد سوریه هم در نظر گرفته شده که در حال جنگ با داعش هستند و بدین ترتیب نه تنها عملیات مشترک آمریکا و ترکیه علیه مواضع داعش شروع میشه بلکه اپوزیسیون میانه رو سوریه تقویت خواهد شد و مهمتر از همه اینها راه ارتباط داعش با ترکیه قطع خواهد شد و بدین ترتیب از ورود صدها تن از اسلامگرایان به داعش که مهمترین راه ورودشون مرز ترکیه هست جلوگیری خواهد شد. همین امروز اعلام شد که 730 تن اسلامگرای آلمانی تبار وارد داعش شدن از طریق مرز ترکیه. همچنین قرار هست که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم پس از بررسی این طرح احتمالاً وارد طرح عملیات مشترک آمریکا و ترکیه علیه داعش بشن. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.